گران قادر حاجی مرزا عباد الله کلانزاده امام خطیب مسجد جامعه نوری اسلام شهر خجند استاد شما را به برنامه خوش آمدید میگم. ما این نوبت تصمیم گرفتیم در یک موضوعی صحبت کنیم که واقعا هم غریزی انسان، یکی از خصلت های انسان، عمل انسان با این کلمه سخت ارتباط دارد. از خصلت های نیک انسان است ثواب، عمل ثواب، کار ثواب، ثواب گرفتن، ثواب جستن. و خود ما صحبت میکنیم اطراف کلمه، خود کلمه ثواب. استاد عزیز، من میخواستم در آغاز برای بیننده ها خود کلمه ثواب رو شرح میدادید. خود این کلمه از پنج حرف عبارت، اما در خود بسیار معنی های بلند، مضمون های بلند گنجانیده است. میخواستم شرح میدادید. مرحبا. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در حقیقت کلمه ثواب در حیات ما از آوان کودکی به گوش میرسد. وقتی که ما کودک بودیم، جوان بودیم، کلان سالان این کار نکن، این کار وال، یا این ثواب گفته به گوش ما اندرز می دادند و ما فرق می کردیم که کدام کار وال هست و کدام کار ثواب هست. و شاید کلمه ثواب در گوش های ما، تفکر ما، یک چیزی بسیار هم مهم و ارزنده و برای خدا مقبول نقش داشته باشد. و این هم درست است، چون ثواب این کاری است که به خدای تعالی مقبول هست و امر خدا هست، درست هست و کاری که از جانب اهل ایمان به درگاه خداوند تعالی قبول کرده می شود. کار ثواب، کار درست، کار حق. خداوند اینقدر مهربان هست که یک کار ثواب را از غیر دین هم قبول می کند. یعنی ثواب فقط به مؤمن مسلمان تعلق ندارد، یعنی کار خیر از جانب یک غیر دین هم به خاطر انسانی، به خاطر فایده مردم، فایده جامعه کرده باشد، از اجر و مکافات خداوند خالی نیست و شاید زیاده تر هم از جانب خداوند این مکافات داده شود. اما ثواب به مؤمنان تعلق دارد، به اهل ایمان تعلق دارد. آن ثوابی که ما میگوییم و ما شنیدیم و ما میدانیم، این ثواب به اهل ایمان تعلق دارد و این کار برای رضاگی خداوند تعالی کرده می شود. تشکر. واقعا بسیار مضمونی بلند. و چون در زندگی هر روز استاد ما میبینیم که این آدمان در برابر زندگی خود، در فعالیت هر روزی خودشان عمل میکنند، رفتار کردار خودشان و اون هر گونه بهاگذاری میشود. مثلا اون عملی که خوب است عملی ثواب دانسته میشود، عملی که به خاطر چیزی که گفته به خاطر مقبولیت اون نزد خداوند و گذشته از این، حتی در صورت عملی ثواب کردن خود روح آدم هم خرسند میشد که مثلا یک کاری خوب کردم. من میخواستم یک نکته رو از شما پرسیده باشم که اصلا خودی همین کاری ثواب کردن چگونه باید باشد، موسمی باید باشد، موردی اون بیم. که مثلا امروز که مثلا ماه شریف رمضان و همیشگی مردم خوب معلوم است که روزه میگیرن، در برابر همین گویم کوشش میکنن که کاری خوبی انجام دهن، عملی ثواب را انجام دهن و شاید بعد رمضان فراموش میکنن که گویا شد تمام ماه رمضان آمد رفت، باقی مثلا بازم برنامه زندگی پیشینه. من میخواستم موردی گویم استفاده عمل کرده ثواب را اینجا شرح میدادید. بله، درهای ثواب همیشه کشاده است. حتی از جانب کودکان، میان سالان، جوانان، پیران سالان. و این عمل موسمی نیست، برای اهل ایمان کار ثواب همیشه باید مورد عمل قرار گیرد. و وقتی که درباره ماه شریف رمضان میگوییم، این نقطه نظر باز هم فراگیرتر می شود، چون کار ثواب در ماه رمضان از جانب شریعت، از جانب قرآن کریم و حدیث های مبارکی پیغمبر علیه الصلاة و السلام بسیار تأکید کرده شده. چون
مکافاتش و اجر و ثوابش زیاد است. بله. یعنی اگر ما در بیرون از ماه رمضان یک عملی را اجرا کنیم، ثوابی را اجرا کنیم، اگر خداوند یک ثوابی علاهیده برای آن برای ما مکافات اجر دهد، در ماه شریف رمضان این مکافات بی اندازه زیاد است و حتی حساب و کتابی آن را هم بجز الله کسی نمی داند. چون آدمی روزدار در یک فضای روحانی پاک قرار می گیرد، محیط رمضان خود پاک است، ماه نزول قرآن است، ماهی که تمام فرشته ها ملائکه ها به زمین نازل می شوند، این ماهی است که تمام ملکوت آسمان ماه نزول قرآن را تجلیل می کنند و ما هم شکر خداوند در این فضای استقلالیت و آزادی در همه مساجد تاجیکستان ختم قرآن هم برگزار می گردد و در برابر به پیوسته مستحکم کردن حالت روحانی بندگان، خداوند تعالی قسمتی دلسوزی بندگان را به دیگر بنده های خدا به حق و همسایه خیش و تبار ما را تعلیم می دهد. یعنی فضای ثوابگیری، ثواب تلاشی را در حیات در رمضان علاهیده تصدیق کرده اند. چون در ماه رمضان بهترین صدقه داده می شود، بهترین زکات داده می شود، بهترین کارها، عملهای صالح با ثواب از جانب خداوند تعالی اجر و مکافات داده می شود. بنابر همین ما نه فقط در وقت رمضان یک مکتبی یک ماهه هست و در این مکتب ما از آغاز تا به آخر تعلیمات رمضانی می گیریم. یعنی ترتیب و برنامه زندگی ما تغییر می یابد، تفکری ما تغییر می یابد، اندیشه های ما تغییر می یابد، امیدهای ما تغییر می یابد، آرزوهای ما بسیار از درگاه خداوند تعالی کلان می شود و در این مکتب رمضانی ما به یک ترتیب داخل می شویم که خدا آن را مقرر کرده است. در اینجا انسان کار دخالت نمی کند، بلکه آن برنامه و آن ترتیب زندگانی که قرآن و شریعت اسلام برای ما معین کرده است ما تابع هستیم و این شکل و این ترتیب رمضانی انسان را دیگرگون می سازد. از نقطه نظری جسمی، از نقطه نظری روحانی، از نقطه نظری محیط سازی، همه این دیگرگون می شود. بنابر همین یک فرصتی است که بندگان خداوند در این ماه شریف کار ثواب و ثواب جویی را زیاده باید کنند و فضا به این چیز تلقین می کند. از یک طرف صدقه فطر، از طرف دیگر زکات، از طرف دیگر فدیه، از طرف دیگر کارهای ثواب، دست خیش را به سخاوتمندی، یاردم، کمک، یتیمان، بیچارگان دراز کردن در فضای رمضانی آسان‌تر هست، چون خود محیطی ملکوت به این سازگار هست. تشکر. سخن در مورد دستگیری کم بزاعتان و خیر کردن در این ماه، مخصوصاً که از عملهای ثواب است، از جانب خود پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون حتی در همون واخوری که سنه 12 می در شهر دوشنبه برگزار شد و شما نیز اشتراکچی اون جلسه وسیع که در پایتخت در کاخی بربت برگزار شد، از جمله با اشتراک زیاد خادمان دین شما نیز شامل اشتراک کردید و فکر میکنم انا همون تاکید های جناب عالی هم در مورد اون که این ماه و ماه های آینده از این ماه بیشتر تعلیم گیریم، درس گیریم و برای ماه های آینده اون عمل های خودمون رو بازم تقویت دهیم، عمل های نیکمون رو. بله، بسیار خوب گفتید. در حقیقت در هر یک واخوری پیشوای معظم ما سرفراز می شویم و افتخار می کنیم که ما خادمان دین را نیز دعوت می کنند و به این ملاقات و سخنرانی مستقیما اشتراک می ورزیم و سخنهایی که جناب عالی در این ملاقات بیان کردند در حقیقت
بسیار دلسوزانه و بسیار هم نقطه سنجانه می باشد. در برابر مسئله های جهانی شوی، مسئله های داخلی تاجیکستان را یک به یک تحلیل کردند و ابتدای سخن از مبارکبادی ماه شریف رمضان آغاز شد که بسیار احترام پیشوای معظم ما را نسبت دین، نسبت اهل اسلام، نسبت این ماه شریف رمضان نشان می دهد. و در مورد آن که در این ماه ما در برابر عبادت، عبادت روحانی خود باز چی عملهای ثواب کردنمون را تأکید کردند. بله. و این برنامه را خیلی که شما در اینجا اشاره کردید، نه فقط در محدودیت ماه شریف رمضان باشد، بلکه یک مکتبی که ما را تعلیم می دهد و بعد این ماه شریف رمضان ما باید 11 ماه این کار خیر و عملهای ثواب را بر دوام عملی نماییم، کار کنیم. بله. بنابر همین در برآمد خود تأکید کردند که جامعه ما بله مشکلی ها دارد، لیکن این مشکلی ها روز به روز کشاده شده استاده است، حل خود را یافته استاده است و در این ماه عمل ثواب کردن اهل ایمان به آن درجه هایی که خداوند در قرآن و حدیث با دلیل و آیت ها سخن گفتن از ثواب بسیار، از پاداش بسیار بهره‌مند می کند. بنابر همین در جامعه امروز اگرچه به پیش رفته استاده باشیم، لیکن آیله های کم بزاعت، یتیمان، معیوبان، محتاجان، آنها در اطراف خیش و تباری ما، در محله ما، در کارخانه های ما البته هستند و آنها نیازمند هستند و در این ماه دستیاری دراز کردند، چه از جانب شریعت اگر تأکید شده باشد بسیار خوب هست و سری وقتی هست که از جانب سروری دولت هم به این اشاره شد. چون ببینید اگر یک بنده مؤمن سخن خدا قرآن را گوش کند که به این کار ثواب دلالت می کند، سروری کشورمان به این کار دلالت می کند، پس ما و مسئولیت ما در این ماه دوچند باشد و علل خصوص خادمان دین که در مورد این مسئله ها با مردم در نمازهای پنج وقته و تراویح روبرو هستند و این مسئله ها را وسیع تر بیان و فهمانانیده می دهند و این البته دلالت خیر، داخلی خیر هست، یعنی از ثواب ما هم انشاءالله بی بهره نمی مانیم. تشکر زیاد استاد. خب ما گفتیم در مورد عملی ثواب، کاری ثواب را انجام دادن و سوال دیگر این است که مثلا ما این کاری ثواب رو برای کی انجام دهیم و این عملی ثواب پیش از همه به خاطر چی باشد. چون وقتی مثلا هر یک نفر تلقین میکند، حتما باید اون کاری که میکند دونسته کند و مثلا از همون چیز که این برای خودش بهره معنوی هم گیرد. بله. کار ثواب را اصلا اهل ایمان برای رضاگی خداوند تعالی میکنند. در اینجا ریا نیست. بله. و نباید خودنمایی، خودنمایش دهی باشد. چون خدا به این خیل کارها ثواب نمیدهد. پس معلوم میگردد که هر عمل، هر کاری که در راه رضاگی خداوند تعالی کرده می شود حتما ثواب است و مکافات و اجری از جانب خداوند داده می شود و این اجر و مکافات نه فقط در آخرت بلکه در این دنیا هم حاصلش را عطا می گرداند. بنابر همین ما وقتی که یک عملی را نیت می کنیم، کسی دلالت می کند، کسی ما را هدایت می کند، کسی نصیحت می کند، در دل اول نیتی آن را کنیم که در این کار ما ثواب هست و برای نائل شدن به این ثواب ما رضاگی خداوند تعالی را میان می گذاریم. یعنی الله حق سبحانه و تعالی خود فرموده است وقتی که این کار عمل ثواب را می کنید خدا خوشنود می شود و پروردگار که خوشنود شد و بندگانش در برابر آن نیازمندان، آن کم بضاعتان، یتیمان، معیوبان از خیر شما، از صدقه فطر شما، از سخاوت شما حتما دعا میکنند، دست به
دعا می بردارن در خانه در گرد سری دسترخانشان یا لباس یا چیزی را به آنها هدیه کنید، خیر کنید، کار ثواب شما را آنها حتما قدردانی می کنن و از صدق دل دعا می کنن. از یک طرف اگر شما نیتی رضاگی خدا را جسته باشید، از طرف دیگر باز یک دعاهایی به درگاه خداوند کرده می شوند، از کدام خانه و از کدام سری دسترخانها، از کدام آیله ها، و اگر ببینید آنها در حقیقت نیازمند هستند و با صدق دل دعا می کنند و این دعا نوراً علی نور برای شما آن ثوابی را که نیت کردید و امید کردید همه جانبه پاداش داده می شود. تشکر استاد. یک نکته دیگر من می خواستم بر همه موارد از شما پرسیده باشم، همین بجز اون که مثلا ما یک کمک مادی دستی فتاده ای را می گیریم، عیادت می کنیم، گویم سری یتیمان را سیله می کنیم، گذشته از این در مورد اصلاح کردن هم دیگر، مثلا یک نفر یک جوان براهی کج رفت و نفری صاحب دیل، نفری آگاه او را اصلاح کرد، گفت که پسری عزیز، فرزند عزیز، این راهی که تو میری خطا است، یعنی در اصلاح او کوشش کرد. این شامل ثواب بوده میتواند؟ بله، هر یک کار خیر بله که آن را خدا در قرآن و حدیث های مبارک پیغمبر علیه الصلاه و السلام ذکر شده اند، عمل کند کار ثواب هست. سخنی نیک گفتن نیست ثواب؟ سخنی نیک گفتن ثواب است و این سخنی نیک یک آواز نی بله، بلکه توجه و آواز دل شما هست و این سخن در آخر در روز حساب و کتاب به ترازو مانده می شود. یعنی شما اگر به کسی یک سخنی نگویید، کمترین چیزی که شما می توانید از دست شما می بیاد، مال و اقتصادتان بسیار کم هست، داده نمی توانید، شاید جسم و جانتان هم آنقدر به قوت نباشد که کاری را اجرا کرده توانید، اما در برابر سخن گفتن این یک کنزی بی‌بها و بی‌تگی هست که هر کس می تواند آن را به زبان آورد. و در سخن نیک گفتن اسراف نیست. یک چیزی بسیار عجیب هست، یعنی این سخن نیک اگر باز در برابر آن باشد که شخصان را به یک دیگر نزدیک کند، به وحدت جامعه سببگار شود، آن قهر و ناگپ ها را به هم آشتی اندازد، پس این سخن در روز قیامت به ترازی عمل های صالح و ثواب گذاشته می شود. بنابر همین بغیر از آن عمل های ثوابی که از نقطه نظر مال و ملک کرده می شود یا از نقطه نظر جسمتان کرده می شود، باز معنویات و اخلاق هست که این عمل ها زیاده و بالاتر از این مادیات می ایستند. یعنی همه وقت شریعت اسلام انسان نیکو بودن و حیات شیرین داشتن و عمل ثواب را به خاطر این چیزها کردن را ترغیب و دلالت می کند. تشکر. واقعا سراپا ادب است، چون نفری که توانگر است کمک کرد ثواب است، نفری که حتی از جهت مادی و مالی توانگر نیست یک سخن نیک گفت اون هم ثواب است. تشکر استاد. یک نکته دیگر هست، مثلا در زندگی هر روزه فرض کردیم در یکم مورد گوید که برادر عزیز اگر همین چیز به شما همی کار کنید ثواب می شود و شما به این ثواب همراه می شوید، گاهو جواب هایی را می شنوید میگن که مثلا ثواب خلطه من پر شده است و مثلا من خودم می دانم. این چی است استاد؟ این واقعا هم تو اندازه حقیقت دارد یا این منمنی است؟ افسوس که بعضی شخصان فکر می کنند که خلطه ثواب آنها پر شده است. این خطا و جهالت است، نباید این طور گفت، چون کسی نمی داند که به ترازوی اعمال نیک و ثواب در آخرت کدام عملهای ما رفته می رسد، چون در آخرت هم مفلس شوی هست. یعنی مفلس شوی اصلی در آخرت هست، نه این در دنیا. بعضی میشنویم که کسی مفلس گشته است،
این مفلسی حقیقی نیست. مفلسی حقیقی آنی هست که در قیامت مفلس می شود، یعنی تمام عملهای صالح آن برای گناهایش گرفته می شود. کرده بود عمل صالح و ثواب کرده بود، اما شاید از این سخنانی که شما گفتید که خلطه ثواب من پر شده است و از کار خیر، از کار ثواب روی می گرداند، این نتیجه خوب نمی دهد و نباید این سخنها را به زبان گیریم. بهتر می شود که جواب دهد که وقت ندارم، امکانیت ندارم، شرایط ندارم. اما چنین گفتن بسیار هم تکبر شیطانی هست، منمنی هست، و می دانیم که خداوند متکبران را دوست نمی دارد، منمنی ها را دوست نمی دارد و توبه کنند. و ما چخیلی که از آوان کودکی می شنیدیم باید ثواب تلاش باشند. ثواب تلاشی این یک کار خیر هست و ثواب تلاشی شاید همه روز بغیر از آنی که از ما گاه می پرسند یا کار ثوابی را التماس می کنند، ما خود آن را باید کفته یابیم. و کار ثواب زیر پا هست، یعنی هر روز در هر یک قسم زندگی ما با ثواب روبرو می شویم، فقط چیندن آن می ماند. اگر ما در تربیه نسل نورست در این مسئله توجه ظاهر کنیم، در آیله، در مکتب، در جامعه، آنگاه یک شخصی حتی در مثلا بازار سیر و گشت می کند، خرید می کند، یا در یکان ماشین می شیند مثلا نخلیات، او در جای نشسته اش کار ثوابی را می کند. پس پیش از آن که کار ثواب را کند، او ثواب را دانستنش لازم است. لیکن اگر داند او این کار ثواب هست، لیکن چنین جواب دهد که خلطه ثواب او پر شده است، این البته به شأن و به مؤمن مسلمانی نمی زیبد. شکر. یک نکته ای که در همین پاسختان اشاره کرده در مورد تربیه آن، تربیه ثواب جستن و ثواب تلاش کردن و کاری ثواب کردن، من فکر می‌کنم استاد پیش از همه از آیله باید ابتدا گیرد و والدین در این مسئله الگو باشند. شما چه اندیشه دارید استاد؟ بله، ما در ابتدای صحبت گفتیم که ما کلمه ثواب را از کودکی به گوشمان نقش بسته است و کلمه اول هم در هر لهجه و هر فرهنگ گوناگون شاید جای دارد. و آیله، پدر و مادر این اولین معلمانی هستند که توجه فرزند خود را نسبت عملهای ثواب روانه سازند، چون فرزند به دنیا جاهل به دنیا می آید. یعنی انسانیت عموما، آدم وقتی که به دنیا می آید، یگان کس عالم یا جهانگشته نمی شود. او یک کودکی هست که نادان هست، جاهل هست، و هر چیزی که آموزانیدیم آن را به خود میگیرد. بنابر همین در تاجیکستان قانون ملی هم قبول شد که در تربیه و تعلیم فرزند باید توجه خاصه کرد، چون ما می توانیم فرزند را از نقطه نظر مادیات پورا تأمین کنیم، اما قسم اساسی حیات معنویات هست، اخلاق هست. با شکم سیر هیچ وقت فرزند با عقل نمی شود. با چیزی چاره زمانوی هیچ وقت فرزند جهانگشته و جهان دیده و مفکوره بسیار بلند اخلاقی پیدا کرده نمی تواند. این فقط با راه تعلیم می شود، با راه تأکید می شود، با راه نشان دادن می شود. خب ببینید، یک کار ثواب اگر فرض کردیم ما نظر به پدران خود کنیم، وقتی که ما کودک بودیم از دست ما می گرفتن، نزد استادان می رفتن، یا پیری محله می رفتیم، یا خیش و تبار می رفتن که آنها سن و سال مبارک داشتن. و وقتی که داخل خانه آنها می شدیم، در یک طرف صندلی همراه پدر بودیم، و وقتی که حضرت قبله‌گاهی می خواستن به این شخص یک توجهی کنند،
کمکی کنن یا دعایشون را گیرن به دست ما می دادند. خواه وی پول بود، خواه یک رویمال بود، خواه یک چیزی که به هدیه آورده بودن، می گفتن که شما دهید. این چیز وقتی که ما کودک بودیم به تفکری ما، به عقل ما نمی رسید که برایش این خیل کرده استادن. وقتی که سالها می گذشت و این چیز تکرار به تکرار از جانب حضرت قبلگاهی می شد، بعد به خود سوال می دادیم که برایش پدر به ما می دهند و ما می دهیم، یا به دیگر دادر و خواهران می دهند که این چیز را با دست ما دهند. و روزی از این مسئله پرسان شدیم، گفتند که بچم اگر من دهم، خب شما فکر میکنید که این وظیفه من هست، اما اگر وقتی که شما دهید، شما دو چیز را تعلیم میگیرید. یکم همین که سخاوت، دویم همین که دادن. که این دادن بسیار چیزی مشکل هست، و وقتی که شما همچون فرزند، همچون یک کودک این چیز را دراز میکنید و از با دست خود این انعام را پیشکش میکنید و آن کس میگیرند، در حقتان دعا میکنند، این دعا سیوم چیزی که برای شما و تکامل شما، آینده شما ضرور هست. یعنی در یک عملی گذشتگان ما چند نقطه های بسیار هم مهم پنهان بوده است که شاید ما آن را درک نمیکنیم، و هر کس میخواهد که با دست خود انعام کند. لیکن برای تربیه امروز اگر ما فرزند و نبیرگان خود را با این راه دیم که دستکشاد شود، ثواب جوی شود، دعا طلب باشد، ثواب تلاش باشد، این گونه راه ها البته در آیله اساس می‌یابد. تشکر زیاد استاد، تشکر برای شرح این موضوع. و واقعا اگرچه دامن این موضوع خیلی وسیع است، لیکن واقعا تشکر به شما که در یک فاصله کوتاهی وقت از این یک فشرده مضمون های اساسی این کلمه رو برای بیننده های ارجمند ما شرح دادید، به خاطر آنه که از این پس هر یک نفری ما سر این کلمه همیشه که اندیشه میکنیم، چون زندگی ما خود چون که استاد اینجا گفتن هر روز فعالیت ما با این کلمه، با این عمل همیشه که روبرو هستیم. فقط چشمی جهان بین باید داشته باشیم که اون سره را از ناسره جدا کرده توانیم، ثواب را از ناسواب جدا کرده توانیم. با امید اونه که هر یکی از این برنامه بهره های تازه برداشت. اینجا برنامه در صحبت صاحب دلان را حسنی انجام میبخشیم برای استاد، برای اشتراکشان و شرح این موضوع عرض سپاس میکنیم. تا برنامه های نوبتی، خانواده و سربلند و کامیاب باشید.